جز ده کشور اول دنیا هستیم در بحث حوادث و بحران ها. ده کشور اول. 1% جمعیت دنیا را به خودمان اختصاص دادیم. ولی 6% بحران ها رو در کشور ما تجربه کردیم تا امروز. این آمارها، این ارقام ما را به این موضوع رهنمون هست که بایستی آماده باشیم. گرچه علم پیشرفت کرده، پیشرفت هم خواهد کرد. بسیاری از بحران‌ها قابل پیش‌بینی هستند و می‌توانند همونطور که امیرنامی فرمودن به جای اینکه بحران باشند به یک فرصت تبدیل بشن. مثلا سیل. سیل در نگاه ما یک بحرانه. ولی امروز تجهیزات هواشناسی آنقدر پیشرفته شده که میتونه 3 سال، 4 سال، بلکه بیشتر از این رو هم در آینده پیشبینی بکنه. اگر سازمان هوشمندی وجود داشته باشه در کشور ما، میتونه سیل رو به یک فرصت تبدیل کنه برای پر کردن چانیمه هایی که امیر نامی اشاره فرمود، برای پر کردن تمام ذخیره های آبی که اگر هوشمندانه پیشبینی شده باشه. و سیل به خودی خود نمیتونه بحران باشه، میتونه یک فرصت باشه، منتها برای کی؟ برای کسی که از قبل پیشبینی کرده باشه. زلزله رو تاکنون نتوانستن پیشبینی بکنن. البته پیشبینی دراز مدت داره زلزله در قالب حدس و گمان، و میشه قاطعانه هم گفت که مثلا در مثلا چند سال آینده نمیشه قاطعانه گفت که در چند سال آینده، چند روز آینده زلزله. فعلا علم بشر نتونسته پیشبینی به قول ما نظامی ها ساعت سین و روز ری ازش داشته باشه. خب وقتی که نداریم همچین قابلیتی، حتی برای سیلم بایستی آمادگی داشته باشیم که غافلگیر نشیم. یکی از درسایی که ما در دانشگاه ها ما را میخونیم همین غافلگیر نشدنه. منتها اونجا غافلگیر نشدن در بُعد نظامی، امروز در بُعد بحران‌های اجتماعی غافلگیر نشیم.